گل محمدی و 6 استعفا در 40 ماه. پشت پرده جدایی احتمالی یحیی از پرسپولیس چیست؟ گل محمدی و استعفا. این دو واژه انگار تبدیل به رفیق گرم و بوگلستان همدیگه شدند. یحیی گل محمدی تو دو بازی که سرمربی پرسپولیس بوده بالای 5 بار استعفا کرده. یه جورایی این کار تبدیل به تاکتیک و استراتژی سرمربی قرمزا شده. اون فقط طی 3 فصل و نیمی که به پرسپولیس برگشته 5 بار تصمیم به جدایی گرفته. از 23 دی سال 1398 که یحیی با تصمیم انصاری فرد مدیرعامل وقت پرسپولیس به عنوان جانشین گابریل کالدرون و سرمربی جدید سرخپوشا معرفی شد تا همین چند روز پیش که 3 سگانی تاریخ پرسپولیس رو به ثبت رسوند، اون حدود 40 ماه تو این باشگاه حضور داشته. اولین استعفای یحیی در زمان مدیریت رسول پناه بود. وقتی اون به دلیل اختلافات زیادی که با مدیرعامل داشت و در فاصله چند روز تا حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا کاملا ناگهانی استعفا کرد و حتی با برگه‌های استعفا در محل باشگاه حاضر شد. تو دوران پسا رسول پناه همین وضعیت ادامه پیدا کرد و کار به جایی رسید که پس از شکست پرسپولیس مقابل استقلال تو ضربات پنالتی بازی حذفی سال 99، دومین استعفای یحیی در دوران سمیعی از راه رسید. یحیی که بارها تو نشست‌های خبری حرف از تلاش برای عدم موفقیت پرسپولیس زده بود و حتی خودش رو بخشی از پروژه ناکامی پرسپولیس اعلام کرده بود، اون زمان تو مصاحبه‌ای تند علیه وزارت و مدیریت باشگاه تأکید کرد که مدیریت در حال تضعیف اون و پرسپولیس و هیچ کس از سرمربی پرسپولیس حمایت نمی‌کنه. استعفای سوم در زمان مدیریت رضا درویش اتفاق افتاد. درویش در روز 22 دی 1400 مدیر عامل پرسپولیس شد و تنها 3 روز پس از این انتخاب یحیی گل محمدی به دلیل عملی نشدن وعده مدیریت قبلی یعنی مجید سمیعی در مورد پرداخت مطالبات و مشکلات محل تمرین از سرمربیگری پرسپولیس استعفا کرد. هتریک استعفای یحیی اما طبیعتاً توسط درویش مدیریت شد و در نهایت سرمربی پرسپولیس موندگار شد. اما این پایان کار نبود، چرا که گل محمدی برای بار دوم تو زمان مدیر عاملی درویش بعد از تساوی 1-1 اسفند 1400 مقابل استقلال و درگیری عجیبش با داور استعفا کرد. یحیی این بار تو حرکتی کاملا احساسی تو صفحه اینستاگرامش و با انتشار کلمه خداحافظ سعی بر جدایی از پرسپولیس داشت. برخلاف اصرار سرمربی پرسپولیس به جدایی، اما این بار هم درویش با ارائه فرصت استراحت بیشتر به گل محمدی و ادامه سیاست مدارا مسئله را حل و فصل کرد. حالا اما یحیی گل محمدی برای مرتبه 3 در زمان مدیریت رضا درویش و برای 5 بار طی 40 ماه حضور دوباره در تیم پرسپولیس قطع همکاری با قرمزا رو مطرح کرده و با توجه به اینکه هنوز یه فصل دیگه با این باشگاه قرارداد داره به دنبال استعفا و قطع همکاری با پرسپولیس. نکته جالب اما اینه که بجز 5 استعفای قبلی یحیی، اون در دوره اول حضورش تو پرسپولیس هم بعد از شکست مقابل سپاهان و ماجراهای خدافظی تلخ مهدی مهدوی کیا استعفا کرده بود. اون زمان یحیی تو برنامه 90 و روی خط زنده این برنامه و بعد از اشکهای مهدی مهدوی کیا از سرمربیگری پرسپولیس استعفا کرد. من برای اینکه به مهدی و به همه اهالی فوتبال ثابت بشه که واقعا حسن نیت داشتم، قبل از اینکه مهدی بخواد از پرسپولیس بره، من همینجا اعلام میکنم که من از مربیگری در پرسپولیس کنارگیری میکنم و از آقای رویانی هم میخوام که به فکر یه مربی دیگه باشه. این تصمیمم فقط برای اینه که ثابت کنم رفاقت من و مهدی خیلی بیشتر از این هست و فوتبال نمیتونه هیچ وقت بین رفاقت من و مهدی جدایی بندازه. اما در مورد آخرین استعفای امپراتور پرسپولیسیا گفته میشه رقم پایین قرارداد موفق ترین سرمربی ایرانی و فوتبال کشور نسبت به قراردادهای مربیای خارجی لیگ یعنی ساپینتو، مورایس و خمس مشکل اصلی یحیی محسوب میشه. اون غالباً قصد جدایی از پرسپولیس رو نداره. رقم قرارداد یحیی که ریالی هم بسته شده حدوداً حتی کمتر از نصف عدد دریافتی 3 مربی خارجی لیگ 22 بوده و سرمربی فاتح لیگ از این ماجرا به شدت گله‌منده.
حالا باید منتظر بود و دید. در نهایت بعد از 5 استعفا تا 40 ماه سرمربیگری در پرسپولیس و 2 استعفا در زمان مدیریت رضا درویش، گل محمدی چه سرنوشتی پیدا میکنه؟